سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. 236 روز از تحولات فلسطین داره میگذره، تحولاتی که هر روز با یک خبر عجیب و غریبتر، با یک خبر خاص‌تر همه رو حیرت زده میکنه. میخوایم بپردازیم به اتفاقات 24 ساعت گذشته. من البته باید خدمت شما عرض بکنم، از نگاه من بخش قابل توجهی از 24 ساعت گذشته اگرچه متمرکز بود بر اتفاقات میدان، اما مربوط بود به پیام‌ها، گفتگوها و دیدارهایی که برگزار شد، یکی از یکی مهمتر. شما بهتر از من در جریان هستین که امروز ایرانی‌ها در پایتخت خودشون میهمان آقای دکتر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه بودن. رئیس بشار در حالی در تهران حضور پیدا کرد که ایرانی‌ها از طرفی در تهران ثبت نام کاندیداها، چهره‌های مختلف برای انتخابات ریاست جمهوری رو هم دارن برگزار می‌کنن در پایتخت خودشون، در حالی اینها داره اتفاق می‌افته که مجلس ایران هم انتخابات هیئت رئیسه و همچنین بررسی صلاحیت و اعتبارنامه کاندیداها رو داره پشت سر می‌گذاره، و از طرف دیگر در جای جای دنیا مبتنی بر آن چیزی که شعار 46 ساله مردم ایران بوده است، حرفای کف خیابان‌ها و در دانشگاه‌ها داره زده میشه. امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، بیش از 7 ماه از جنگ گذشته، قرار بود بساط مقاومت نه در غزه، در لبنان هم جمع شده باشه، ولی این داستان و این اصلی هست که رسانه‌ها دارن میبینن، دارن رصد میکنن، و ما باید خدمت شما قبل از ارائه گزارش امشب عرض میکنم. حتما میدونید که رهبر ایران یک نامه بسیار مهم خطاب به دانشجویان آمریکا نوشته. دیشب هم در کانال عرض کردم، دوستان من در خارج از کشور، هر کسی که خودش رو عضو محور مقاومت میدونه با هر ملیتی که هست، حتما باید سعی بکنه که این نامه به گوش و به دست دیگران برسه. اگر رفیقی دارید، اگر کسی از مسئله فلسطین براش مهمه، دنبال میکنه، اینو حتما براش بفرستید. متن انگلیسی نامه موجوده، ما هم در کانال خودمون بهش پرداختیم، در توییتر هم من در توییت‌های انگلیسی حتما این رو پوشش خواهم داد که به دیگران توضیح بدیم، بگیم آقا رهبر ایران این پیام رو فرستاده و مهمه. برای شما هم فرستاده، شماهایی که این روزها یک قیام تاریخ ساز رو دارید رقم زدید. بخشی از این متن رو میخوام برای شما بخونم. رهبر ایران بر این تاکید کرده که جوانان عزیز دانشجو در ایالات متحده آمریکا، این پیام همدلی و همبستگی ما با شماست. شما اکنون در طرف درست تاریخ که در حال ورق خوردن است ایستاده اید. شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید و در زیر فشار بیرحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بیرحم صهیونیستی دفاع میکند، مبارزه شرافتمندانه را آغاز کردید که جبهه بزرگ مقاومت در نقطه دور با همین ادراک و با احساسات امروز شما سالهاست مبارزه می کند. من نکته ای رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، هر کسی در هر کجای دنیا از فلسطین صحبت بکنه هموطن ماست. هر کسی در هر کجای دنیا از فلسطین حرف بزنه بخشی از محور مقاومته، عضو محور مقاومته، بخشی از این محور چند ملیتی. این چیزی نیست که ما بتونیم مصادرش بکنیم. پرچمی هست که ایران بلند کرده، دیگران باید بهش اضافه شن. هر کسی که اهل شرافته باید بهش اضافه شه. ایشان خیلی دقیق اینجا برای جوانان آمریکا توضیح دادن که ما اصلا با همین حال و هوای شما بود که این پرچم رو به دست گرفتیم و این بازی رو راه انداختیم. امروز تو جریحه دار شدی ها، خشمگین هستی از اتفاقاتی که داره میفته. خب قبل از اینکه تو توی این داستان باشی و در جریان باشی و رسانه ها بپردازن به این مسئله، این اتفاقا داشته میافتاده، با همین کیفیت داشته میافتاده. 70 سال و از این شکلیه، و ما اگر وادار شدیم دست به سلاح ببریم، و ما اگر وادار شدیم کسانی را مسلح بکنیم، و ما اگر وادار شدیم محور مقاومت راه بندازیم، به خاطر این بود که مثل شما مسئله رو فهمیدیم. ما هم فهمیدیم که باید جلوی این ظلم گرفته بشه. ادامه این پیام رو برای شما میخونم. رهبر ایران بعد از این که اشاره میکنه به گذشته فلسطین و گذشته تشکیل رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمایت‌های آمریکا و انگلیس از رژیم صهیونیستی، بر این تاکید میکنه که دولت آمریکا و شرکایش حتی از یک اخم در برابر این تروریسم دولتی و ظلم مستمر دریغ کردند. امروز هم برخی اظهارات دولت ایالات متحده در قبال جنایات هولناک غزه بیش از آنچه واقعی باشد ریاکارانه است. جبهه مقاومت از دل این فضای تاریک و یأس‌آلود سر برآورده و تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران آن را گسترش و توانایی داده. خیلی مهمه این بحث، خیلی مهمه. در منطقه ما گروه های مختلفی هستن، کشورهای مختلفی هستن، اینا رفتن شبه نظامی جمع کردن، در نقاط مختلف دنیا دارن می جنگن، تو لیبی،
ترکیه حضور داره، امارات حضور داره، ایتالیا حضور داره، آمریکا حضور داره، روسیه حضور داره. اونورتر برین در بقیه کشورهای اروپایی هستن، تو یمن هستن، در سوریه اینها لشکرکشی کردن، در جای جای منطقه غرب آسیا اینها حضور دارن. هیچ کدوم از این حضورها جز با هدف افزایش نفوذ حاکمیتایی که خدمت شما عرض کردم نیست. فقط یک حاکمیته که در منطقه غرب آسیا پرچمی رو به اهتزاز درآورده، یارانی رو به خودش همراه کرده و این برای منافع ملت هاست. هم در یمن اثبات شده، هم در عراق، هم در سوریه و هم در فلسطین و لبنان. اینجا رهبر ایران داره همین رو تبیین میکنه، میگه جمهوری اسلامی در ایران که به وجود اومد، بعدش فضایی به وجود اومد که ما بتونیم ایالات متحده مقاومت رو، این جبهه مقاومت رو برای کمک به کسانی که امروز شما به خاطرشون جریحه دار شدید، بتونیم این رو گسترشش بدیم. ایشان در ادامه صحبت‌های خودشون خطاب به دانشجویان آمریکا تاکید میکنن که من میخواهم به شما اطمینان دهم که امروز وضعیت در حال تغییر است. سرنوشت دیگری در انتظار منطقه حساس غرب آسیا است. بسیاری از وجدان‌ها در مقیاس جهانی بیدار شده و حقیقت در حال آشکار شدن است. جبهه مقاومت هم نیرومند شده و هم نیرومندتر خواهد شد. تاریخ در حال ورق خوردن است. امام خامنه‌ای در ادامه صحبت‌های خودشون بر این تاکید می‌کنند که کشورهای دیگر، گروه‌های دیگر، اساتید و دانشگاه‌های دیگر در حال حمایت از شما دانشجوها هستند تا کمی از رنج شما کم بشه، تا اندازه‌ای آرام بخش باشه برای شما. من نیز با شما جوانان احساس همدردی می‌کنم و ایستادگی شما را ارج می‌دهم. درس قرآن به ما مسلمانان و به همه مردم جهان ایستادگی در برابر حق است. فاستقم کما امرت. و درس قرآن درباره ارتباطات بشری این است: نه ستم بکنید و نه زیر بار ستم بروید. لا تظلمونه و لا تظلمون. جبهه مقاومت با فراگیری و عمل به این دستورها و صدها نظائر آن به پیش می رود و پیروز خواهد شد باذن الله. توصیه می کنم با قرآن آشنا شوید. آنچه خدمت شما دوستان عزیز ارائه دادم بخشی از پیامی بود که رهبر ایران خطاب به دانشجویان در کشورهای غربی منتشر کردن. من دیدم با واکنش‌های مختلفی از سوی چهره‌های غربی روبرو بوده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا منتشر کرده، گفته که همین، اگر تو مسیر رهبر ایران هستین دارید اشتباه بازی میکنید. فکر میکنم اینها تا زمانی نتیجه میداد که ملت‌ها در کشورهای غربی ایران حراسی رو پذیرفته بودند. الان اینها وقتی نگاه میکنن میگن ایران کی؟ ایران کشوری است که اسرائیل ازش بدش میاد. اسرائیل کیه؟ اسرائیل رژیمیه که ما 40 میلیون پست اینستاگرامی واحد علیهش فرستادیم. خب اگر بازی این شکلیه که پس ایران حراسی اشتباه بوده. همونطور که الان توی رسانه‌ها بزکی که برای اسرائیل انجام میدید اشتباهه. من دارم این رو خدمت شما عرض میکنم که بگم اونهایی که جامعه هدف صحبت‌های رهبر ایران هستن، وقتی فضا رو بررسی میکنن، این جفسازی که رسانه‌های غربی دارن انجام میدن و ایران حراسی که انجام میدن هرگز بر روشون تاثیر نخواهد داشت. لازم هست خدمت شما اضافه بکنم که همانطور که عرض کردم امروز رهبر ایران دیداری هم در تهران داشت با رئیس بشار، فردی که به شدت در این سالها تلاش کردن سرنگونش بکنن، نه به خاطر اینکه دیکتاتوری که اگر کمی در منطقه سر به چرخانیم میبینیم دیکتاتورها رفیق فابریکای آمریکا در این منطقه هستن، کمان که در گزارش‌های اندیشکده‌هاشون مکرر کنایش به خودشون زده شده و من هم خدمت شما عرض کردم، به خاطر این میخواستن ساقطش کنن چون بخشی مهم و کمک کننده در محور مقاومت بود. رهبر ایران به همین اشاره کرده، تاکید کرده، گفته که سوریه هویت ممتازی در محور مقاومت داره. غربی‌ها و دنباله‌هاشون در منطقه سعی کردن جنگ علیه سوریه را بندازن، نظام کشور رو ساقط بکنن و از معادلات منطقه حذفش بکنن. موفق نشدن. هیچ وقت هم موفق نخواهند شد. و بعد بر این تاکید میکنه که همکاری ها باید ادامه پیدا بکنه، بر این تاکید میکنه که این دولت به این مسیر ادامه خواهد داد، همینطور که شهید رئیسی این مسیر رو داشت. و بعد بر همین تاکید میکنه که در نشست اخیر سران عرب کوتاهی های زیادی در قبال فلسطین و غزه شد، اما برخی کشورها نیز خوب عمل کردن. امیدوارم همه ما بتوانیم به وظایف خود عمل بکنیم. رئیس بشار هم که امروز در تهران حضور پیدا کرده بود بر این تاکید کرد که روابط ایران و سوریه چیزی نیست که گذر زمان بخواد تغییری درش به وجود بیاره. بعد از گذشت 50 سال خط مقاومت در منطقه پیشرفت کرده، اکنون به یک رویکرد اعتقادی سیاسی تبدیل شده. من چند سال پیش اعلام کردم که هزینه مقاومت کمتر از هزینه سازش است و این موضوع اکنون برای مردم سوریه بسیار واضح و روشن است و قضایای اخیر غزه و پیروزی‌های مقاومت نیز این موضوع را برای مردم منطقه اثبات کرده و نشان داد که مقاومت یک اصل است. ایشان در ادامه بر این هم تاکید کردند که ما هرچه عقب بنشینیم طرف مقابل جلو میاد. دقیقاً اون چیزی که ایران دوست داره با کسانی کار بکنی که بفهمن همین مسئله است.
ما رفتیم در منطقه غرب آسیا، کسانی رو پیدا کردیم که اینها میفهمن ما راهی جز ایستادگی در منطقه غرب آسیا نداریم، ما راهی جز مقاومت در منطقه غرب آسیا نداریم و الا این منطقه باید کوچکتر بشه، این منطقه باید حذف بشه در آن چیزهایی که غربی ها میگوین اراده ما باید در هم بشکنه، به خاطر اینکه غرب آرامش خودش رو داشته باشه، غرب وضعیت بهتر خودش رو داشته باشه و بتونه سیطره خودش رو بر مهمترین منطقه دنیا به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ انرژی و مسائل دیگر حفظ بکنه. ما امروز در تهران شاهد یک سخنرانی خیلی مهم هم از سردار حاجی زاده بودیم، فردی که به مسئله عملیات وعده صادق هم اشاره کرد و بر این تاکید کرد که اسرائیل برای جلوگیری از پاسخ ایران از طریق وزارت خارجه مصر پیام فرستاد که در جنگ غزه کوتاه خواهد آمد. این مال ساعات پایانیه که اینا دیگه یقین داشتن ایران میخواد حمله بکنه. نتانیاهو رفت توی یک پناهگاه حسی که اخیراً حارس هم گزارشش رو کار کرد، عکس و فیلمم رفتن ازش توی یه سری از کانال‌های رژیم همین چند روزه منتشر کردن که این کجا بوده، چیکار کرده. اینا مال اون ساعات پایانیه که مطمئن شدن. و من اینم به شما بگم، در ساعات پایانی اول دیپلمات‌های غربی با ایران مکالماتی رو انجام دادن متوقفش بکنن، بعد که یقین پیدا کردن که ایران متوقف نمیشه، دیپلمات‌های غربی و همچنین از کشورهای عربی ادعی تلاش کردن ایران رو قانع بکنن که حداقل ضربش محکم نباشه. بعد رفتن سراغ پیشنهادهای وسوسه انگیز مبهم از این جهت که هیچ تضمینی برای اجرا نداشته باشه. یکیش هم این مسئله فلسطین بود که ما عقب میکشیم و داستانای از این دست، که البته ایران دو هفته وقت داده بود که اینا تو اون دو هفته همه این کارها رو میتونستن انجام بدن، از غزه میتونستن عقب بکشن و طور دیگری مسائل در منطقه غرب آسیا پیش برود، که با حماقت و لجبازی خودشون، موشک باران شدن خودشون و تغییر رنگ آسمان خودشون رو انتخاب کردن. اجازه بدید عبور بکنیم. سردار حاجی زاده در ادامه صحبت خودش بر این تاکید کرده که 221 جنگنده برای جلوگیری از حمله ایران آماده باش بودند. رهبر ایران تاکید کرده بود که این عملیات باید قاطع باشه و به اقرار کشورهای خارجی عملیات وعده صادق بزرگترین عملیات موشکی و پهپادی تاریخ جهان بوده. ایشان در ادامه هم بر این تاکید کردن که شکست قدرت بازدارنده اسرائیل مساوی است با فروپاشی، کنایه به اینکه اون چیزی که می‌خواستیم رقم بخوره همین بود و اینها در عملیات وعده صادق و همچنین اتفاقاتی که الان داره رخ میده به طور کامل باش روبرو شدن. ما سخنرانی‌های مهم امروز خیلی زیاد داشتیم. آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی هم امروز صحبت‌هایی داشتن، اشاره کردن به اقداماتی که دانشجوهای آمریکا دارن انجام میدن، حمایت کردن از این مسئله، بر این تاکید کردن قرار است اقدامات عملی از جمله قطع رابطه با دشمن صهیونی و تحریم اقتصادی انجام شود. دشمن اسرائیلی از روابط با مصر سود زیادی میبرد. کشتی‌های مصری برای دشمن اسرائیلی کالا میآورند. از بسیاری از کشورها جلوتر هستند. نباید اینطور باشد. اگر جمهوری عربی مصر گام‌های شجاعانه بردارد، از حمایت مردم خودش برخوردار است و جمهوری یمن نیز در کنار آنها خواهد بود. ایشان در ادامه کنایه‌ای هم میزنن به کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، بر این تاکید میکنه مجاهدان غزه چه کردن که در لیست تروریسم سعودی و در لیست تروریسم سایر کشورهای عربی طبقه بندی شدن. این کشورها هیچ کمکی به فلسطین نمی‌کنن و اقدام آنها رسوایی و ننگ است. این بخشی از صحبت‌های رهبر انصارالله یمن هست. لازم است خدمت شما عرض بکنم امروز 5 نیروی رژیم صهیونیستی در یک عملیات در غزه به هلاکت رسیدن. در عملیات دیگر مقاومت فلسطین 3 نظامی صهیون رو با یک عملیات راکتی مورد هدف قرار داده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به این اشاره کردن که مقاومت لبنان در حال پیگیری شگفتانه‌های جدیدی نظیر استفاده از موشک‌های نقطه‌زن دوربرد است که پیش از آن استفاده نکرده. استفاده از موشک‌های زمین به هوا و هدف قرار دادن جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل هم بخش دیگری از برنامه‌های آنهاست. اینا دیروز اومدن عملیات انجام دادن علیه یک پایگاه در رژیم صهیونیستی در عمق 50 کیلومتری رژیم. من وقتی به شما میگم عمق رژیم، شما خودتون همینجوری باید به حرف من بخندید، چون اصلا عمقی نداره. حالا این که 50 کیلومتری دارم خدمت شما عرض میکنم، یعنی از مرز فاصله گرفته رفته در داخل رژیم صهیونیستی داره عملیات میکنه، چیزی که اینها رو به شدت وحشت زده کرده. در همین خصوص رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی هم بر این تاکید کرده، گفته که امروز رژیم صهیونیستی با حملات سنگینی از سوی مقاومت لبنان روبرو بوده. خدمت شما عرض بکنم فیلم ها و تصاویری از پرواز بالگردهای رژیم در آسمان برای جابجایی کشته ها و زخمی هاشون هم منتشر شده. روزنامه یدیود آهارانوت هم اشاره کرده، گفته 10% از نظامیان صهیون که فرا خوانده شدن برای حضور در غزه گفتن ما مشکل روحی روانی داریم.
10% با این دلیل فعلا خودشون رو از رفتن در غزه معاف کردن. این رو هم لازم خدمت شما عرض بکنم، یک خبری منتشر شده، رسانه‌های صهیونیستی به نقل از حزب گالانت گفتن که اینها در تلاش هستند برای ارائه طرحی به جهت انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی و برگزاری انتخابات زودهنگام. اینها بخشی از اتفاقاتی که داره رخ میده. حارس هم گزارش کار کرده، گفته 7 ماه از جنگ میگذره، هر چی جلوتر بریم احتمال اینکه بتونیم گروگان هامون رو زنده برگردونیم کم رنگ تر میشه. یک اثر نظری هم امروز لینسی گراهام از سناتورهای آمریکایی داشته که این تاییدی هست بر حرف امروز رهبر انصار الله یمن، گفته که توی یک کنفرانس خبری در فلسطین اشالی، گفته شرط بن سلمان برای سازش با اسرائیل تنها کاهش درگیری هاست. یه خورده کرکره رو بکشید با این فشار از رومم برداشته بشه، من بیام با شما عادی سازی روابط داشته باشم. هیچ کس در عربستان به دنبال ادامه ی حیات نظامی حماس نیست. عربستان هیچ مخالفتی با اقدام اسرائیل برای نابودی حماس نداره. خیلی حرفها و اینا مثلا حدس و گمان نیست. آرزوی کشورهای عربی اینه که بساط مقاومت فلسطین جمع بشه. وقتی خدمت شما عرض می‌کنم که امروز پرچم فلسطین پرچم ایران است، وقتی خدمت شما عرض می‌کنم امروز کلمه فلسطین کلمه ایران است، این رو کسانی در منطقه ما با گوشت و پوست و خون باور کردن و اون هم رهبران مقاومت و رهبران کشورهای عبری عربی هستن. اینا با گوشت و پوست و خونشون باور کرده. چرا؟ چون میدونه که این پرچم رو باید بزنه زمین که بتونه ایران رو به زانو در بیاره، بعد اهداف خودشون رو غربی ها در منطقه ما پیش ببرن. خبر خیلی زیاده. من از خاص‌ترین هاش خدمت شما عرض بکنم، شورای یهودیان استرالیا درخواست کرده که روابط استرالیا با رژیم صهیونیستی قطع بشه. ما امروز در کانادا شاهد تظاهرات مردم مقابل نمایشگاه صنایع نظامی و تسلیحاتی بودیم در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی. امروز نماینده سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده شرایط در نوار غزه به شدت فاجعه بار است. این سازمان حمله روز یکشنبه به چادرهای آوارگان در منطقه رفح را هم محکوم کرده. اینها بخشی از آن چیزی هست که در فلسطین داره اتفاق میفته. اینها بخشی از اتفاقاتی است که این روزها توجه ها رو به منطقه غرب آسیا جلب کرده است. من طولترش نمی کنم. اگر شما نکته‌ای داشتین، بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه. دعا برای بچه های مقاومت فراموش نشه، جوشن صغیر فراموش نشه. باز تاکید میکنم جوشن صغیر رو فارسیش هم بخونید، فارسیش واقعا مفاهیمی که داره و نکاتی که مطرح میکنه لذت بخشه. این زرهیه بر پیکر بچه های مقاومت کمکشون میکنه. حتما این دعاها رو فراموش نکنید و تو تظاهرات ها شرکت بکنید. هر کجای دنیا که هستید حضور در تظاهرات مهمه. رفقا امروز از دانمارک برای من فیلم فرستادن، از کانادا فیلم فرستادن. من از همه دوستان تشکر میکنم. اونهایی که نمیتونن شرکت بکنن، اگر رفیقی در خارج از کشور دارن این دلش با فلسطینه، بهش آفرین بگید، تشویق بکنید. این امر به معروفه، این خدا رو خوشحال میکنه، این ثواب داره، این حس خوب میده به افرادی که میخوان بجنگن با ناپاکا و انگیزه این جنگ رو بیشتر میکنه. ما باید از همه قابلیتامون برای گسترده تر شدن این معرکه استفاده بکنیم. پس غافل نباشید، ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. نکته دیگه‌ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.